یو یو یو، سلام سلاتین، دکتر سنا هستم و خیلی خوش اومدیم به پیج خودتون. این پیج صرفا یک پیج آموزشی در خصوص انواع اعتیادهایی که پیرامون ما رو فرا گرفته، پس لطفا جنبه گوش دادن به این مسائل رو داشته باشید. لطفا پیج رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، اگه سابسکرایب میکنین زنگوله رو بزنین، اینستای من همین پایین میاد فالو کنین. پیش خودت میگی چقدر دستور دادی همون اول ویدیو. بله همینی که هست، دستور میدم، گنده تر از خودم هم. آره داداش، آره برار، عاشقتونم. خیلی ممنون که منو تحمل میکنین، واقعا سخته. خیلی ممنون منو تحمل میکنین، خیلی ممنون از انرژی هایی که میفرستین، عاشقتونم. خدا شما رو حفظ کنه، خدا شما رو نگه داره، خدا نگهدارتون باشه. امیدوارم درگیر خوشی باشین، امیدوارم فقط حس خوب و فقط حال خوب داشته باشین، امیدوارم زندگی به دور از وابستگی داشته باشین. امروز میخوام در مورد چی صحبت کنیم با هم دیگه؟ امروز میخوایم در مورد این صحبت کنیم که مغز شما روی ماجیک ماشروم چه اتفاقی براش میفته، یعنی از لحاظ شیمیایی چه هورمون‌هایی بالا و پایین میشه درون مغز شما. اوکی، بعد از مصرف ماجیک ماشروم، کلن یک دراگ یا یک دراگیه که از 9000 10000 سال پیش، از قرنها پیش استفاده می شده توی مراسم مذهبی، توسط شمنها، توسط سرخپوستا، به اشکال مختلفی وجود داشته این قارچ‌های سمی و استفاده می شده و مردم اینو راهی می دونستن، خصوصا قبایل سرخپوستی راهی می دونستن برای ارتباط با خدا، ارتباط با خود و ارتباط با دنیا. اوکی، و حالا دیگه این توسعه پیدا کرد، کم کم جا افتاد و الان یه جوری شده که بیشتر از این که بخواد استفاده های عرفانی و استفاده های معنوی که در گذشته برای شمن ها انجام میدادن انجام بشه، الان بیشتر به صورت ریکریشنال دراگ، به صورت یک داروی تفریحی، یک دراگ تفریحی و برای استفاده های توهمزا ازش استفاده میشه، چون ماجیک ماشروم جزو دسته دراگ های توهمزا هست. بعد از مصرف ماجیک ماشروم اتفاقی که میفته، یک این که ماجیک ماشروم ماده مؤثرش سیلوسایبین هست که این سیلوسایبین درون بدن به سیلوسین تبدیل میشه. سیلوسین چیه؟ سیلوسین یک ساختار دقیقا مشابه سروتونین داره و یک کار دیگر میکنه. یکی از کارهایی که سیلوسین میکنه اینه که باعث میشه سروتونینی که درون بدن وجود داره دفع نشه، یا بهش میگن مهار بازجذب سروتونین. یعنی خود سیلوسین یک، نمیذاره سروتونین دفع شه، دو خودش ساختاری مشابه سروتونین داره، برای همین خودش هم کار سروتونین رو انجام میده و رو گیرنده های سروتونین میشینه. برای همین میشه گفت دوبل، به صورت دو برابر گیرنده های سروتونین تحریک میشه بعد از مصرف ماجیک ماشروم، و این تحریک بیش از حد گیرنده های سروتونین موجب میشه که فرد بدون وجود یک محرک خارجی یه چیزهایی رو حس کنه که بهش میگن توهم. حالا این توهم میتونه به شکل تصویری باشه، میتونه به شکل صوتی باشه، میتونه به شکل لامسه باشه، حسی باشه، بویایی باشه، میتونه به شکل حس آمیزی باشه. حس آمیزی یعنی این که طرف، کسی که مصرف کننده است، مثلا میگه من صداها رو میدیدم یا من تصویرها رو میشنیدم. اوکی، و همچنین میتونه به شکل هذیان باشه. هذیان یعنی چیزی که هست و یه شکل دیگه ببینید.
فرق توهم و هذیان پس فهمیدین دیگه، واضح شد. توهم یعنی چیزی که نیست و شما حس میکنی، هذیان یعنی چیزی که هست و یه جور دیگه حس میکنی. یعنی شما آقا این عینک من الان این شکلیه، اوکی، شما اینو گرد ببینی، دایره ببینی، این میشه هذیان، نمیشه توهم. ولی مثلا شما اینجوری عینک ببینی، این میشه توهم، این میشه خار توهم. این دیگه یعنی باید خیلی تو توهم شدیدی و برو داری قشنگ تصویر میزنی و بلالالسون. حالا اتفاق دیگه‌ای که بعد از مصرف ماجیک ماشروم میفته اینه که تحقیقات نشون داده ماجیک ماشروم اتصال نورون‌های مغزی شما رو که در حالت عادی با هم دیگه متصل بودن کم میکنه، این اتصالات رو کاهش میده. به واسطه این کاهش اتصالات حالا نورون هایی که از قبل درون مغز شما با همدیگه در اتصال نبودن با همدیگه ارتباط برقرار میکنن و این جوری که مقالات میگن، جوری که بعضی از تحقیق ها نشون میده، این موجب میشه که شما بتونید به یک جور دیگه ای فکر کنید، چون اتصالات مغزی جدیدی دارید، یک جور دیگه ای به مسائل نگاه کنید، جور دیگه ای بیاندیشید، آگاهی های جدیدی داشته باشید، جور دیگه ای رفتار کنید و جور دیگه ای تخیل و تصور کنید اتفاقات دور و برتون رو. حالا این از دو جهت میتونه اتفاق بیفته، یکی از جهت خوب، یکی هم اون توهمه، یعنی توهمه یکی ممکنه با این توهمه حال کنه، یکی ممکنه این توهمه شدیداً باعث ترسش بشه. یک کلیپی توی دیسکریپشن خواهم گذاشت راجع به بد تریپ شدن که تجربه یکی از دوستای تو پیج بود که میگفتش من احساس کردم شیزوفرنی شدم و شدیداً بد تریپ شده بود به خاطر این توهم‌ها. میگفت من شنیدم یکی 5 بار اسممو صدا کرده. اوکی، هم ممکنه شما این توهم‌ها براتون حس ترس بده و شدیداً شما بعد از مصرف این ماده دچار استرس و ترس وحشتناکی بشید، هم ممکنه شما با این توهم‌ها لذت ببرید. اوکی، از اون طرف این افزایش درک و آگاهی هم همینطور، شما ممکنه به یک سری آگاهی‌هایی برسی که زندگی برات بی‌مفهوم بشه، زندگی برات بی‌معنی بشه، ممکنه شما به یه سری آگاهی‌هایی برسی که حالت از این دنیا به هم بخوره و از اون طرف ممکنه به یه سری آگاهی‌هایی برسی که برات مفید باشه. در کل دو تا نکته خیلی مهم: یک، من اصلاً توصیه به مصرف هیچ دراگی نمی‌کنم، نیاین توی کامنت‌ها بپرسین چه جوری باید بزنم، چی باید بزنم، ساقیشو کجا پیدا کنم، فلان. من اصلاً آقا نظرم اینه نزن، یعنی نظر شخصی من اینه نزن. اگه فکر میکنی، میخوام اینو بهت بگم، اگه فکر میکنی ماجیک ماشروم میانبریه برای این که به چیزایی که نرسیدی برسی، خیلی کسخلی، دارم روک روک میگم، خیلی کسخلی، چون با هم خیلی طبیعیم اینجوری باهات حرف میزنم و چون خیلی دوستت دارم، دارم اینجوری بهت میگم که واقعا اگه فکر میکنی ماجیک ماشروم یک میانبریه برای این که به چیزایی که تخم رسیدنشو نداشتی برسی، بهت بگم که واقعا کسخلی رفیق، واقعا بشین جای اون یه کتاب بخون، چیزی که تو اگه قرار باشه راحت به دست بیاری خیلی راحت تر از دست میدی. اگه تو پارشی برای اون آگاهیه، اگه تو بشینی 100 صفحه کتاب بخونی تا اون آگاهی رو به دست بیاری، اگه تو بشینی برای این که استرس، طرف میاد میگه میخوام استرسم کم شه ماجیک ماشروم بزنم، مگه بابا روح مسیح توی اون نیست که تو بخوای برای شفا ماجیک ماشروم بزنی؟ بشین کتاب بخون استرست زیاده، چگونه استرس خود را کم کنی. برای همین من اصلا توصیه به مصرف نمی کنم و دو،
به هیچ عنوان افراد زیر 20 سال اصلا سمت اینجور چیزا، مخصوصا مجید ماشروم و اینا که به نظر من زیر 25 سال هم نرن، چون هنوز تا 25 سالگی داره مغز انسان رشد میکنه. درسته اکثر این رشد تا 18-20 سالگی انجام میشه، ولی باز هم تا 25 سالگی است و ممکنه این ارتباط نورون ها به همدیگه، ارتباط جدید نورون ها روی مغز شما به صورت دائمی تأثیرشو بذاره. اوکی، عاشقتونم. اگه این محتوا رو دوست دارید سابسکرایب کنید، لایک رو بزنید، این پیج رو به دیگران هم معرفی کنید. عاشقتونم. سوالی داشتین حتما توی کامنت ها بپرسین، جوابتون رو میدم. و اگه تجربه ای هم خودتون دارید توی کامنت ها بگید. دوستتون دارم. خاک پای شما، سرمه چشمای من. من خوب بازی میکنم چون شما توی تیم همین. تا دیداری دیگر. سخت. بدرود.